به نام یاد خداوند و با درود بر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، عرض ارادت خدمت شما سروران گرامی. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وقتتان بخیر، خوش باشین و امیدوار هستم فرصت ها تا ایدم همراه با طاعت و عبادت سپری شده باشه. عمر طولانی همگام با خوشی ها بر تک تک شما میخوایم. خوشحال هستم باز هم به شیر سیرت با یکی دیگر از برنامه های فقه روزه تا ساعت 5 بگونی نشم سقیم در خدمت قرار دارم. آقای دکتر مفتی احمد نور واقف استاد دانشگاه همچنان با ما هستن. حضور شما بخیر باشه و خیلی خوش آمدید. شما سلامت. تشکر. 020-220-1093 شماره تماس برنامه هست. تماس بگیریم به برنامه و سؤالی که داریم بپرسین. تلاش کنیم بسیار کوتاه بپرسین و آرزوی شنیدن آواز ما را که بر فعلا از تلویزیون نداشته باشین. تکرار برنامه یه فقه روز ساعت 3:30 تا 4 بامداد نشر میشه. میشه کنجا صدا را داشته باشین و همچنان صفحه فیسبوک ما در خدمت شما هست. اسلام فاصله و فاصله قرآن به فارسی نوشته کنین. سؤالی نقدی نظری در خدمت شما هستیم. همچنان شماره تماس واتساپ برنامه های اسلامی ما 0782-227-10. سه سوال از یادداشت‌های دیروز، از سوالهای دیروز باقی مانده بود، قرار به می بود که باید سوالها را مطرح کنیم. جناب استاد پاسخ بگوین. سوالی داشتیم استاد، از آخر این سه سوال آغاز میکنیم. گفتن اگر خانم حامله بنابر مشکل حمل روزه رفتار میکنه، جواز داره بنابر حدیثی که خودشان قرائت کردن فدیه روزه داده شوه. آیا چنین مورد پذیرفتنی هست یا نه؟ خب در حالت حمل وقتی که به اساس عذر حمل کسی خانمی مادری روزی خود افطار میکنه، اتفاق فقها هست که بعد از صحتیاب شدن قضایی روز سرش لازم است، فرض است، فدیه دادن برای او جایز نیست مگر اینکه برای قضا آوردن فرصتی برایش مساعد نشه که او بحث جدا است. در غیر از او تا زمانی که فرصت برایش مساعد میشه قضای آوردن روزه سرش لازم است، فدیه بر از او که جبران کنندی روزهای خوردیش نمیشه. سلامت. پس حدیث یکینا گفتن ای گپ خودت تکیه بر حدیثی کردن. خب برخی روایات آمده در او رابطه فقها ها میگن که فدیه دادن مستحب است در کنار قضا آوردن روزه، اما گرفتن روزه لازم است. گاهی اوقات از این دیدگاه برخی ها سوی برداشت میکنن که گویا وقتی که فدیه میده پس قضا گرفتن لازم نیست، در حالی که غلط است. قضا بگیره اما در این حال فدیه بده، این مستحب است اما لازم نیست. لازم تنها قضا آوردن. وجودش ما بسلامت. اولین تماس امروز، بله فرمایید. بله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیک السلام و رحمت الله و برکاته. خواهر بفرما. سلام و رحمت الله و برکاته. سوال داریم اگر از 85 گرم طلا زیادتر باشه، 85 گرم طلا منفی میشه و باقی مانده زکات داده میشه یا از اون همه طلا زکات داده میشود؟ وجود شما بسلامت. استاد فرض کنین 110 گرم طلا هست، الان که در حد نصاب 85 گرم. خب سوال دیگه هم دارین خواهر؟ بفرمایید. از ماشین خیاطی؟ بله بله. سلامت سلامت، تشکر. خب استاد سال قبلی یعنی نصاب که 85 گرم طلا هست، فرض کنید نزی خواهر یا از خواهر دیگه 110 گرم تا 120 گرم یا بیشتر از این طلا هست، چگونه باید محاسبه شود؟ خب نصاب تکمیلش 85 گرم است. وقتی که 85 گرم پوره میشه معناش ایست که صاحب نصاب شده، پس ایجا به اساس اون معیار ربع عشر، یعنی از 40 گرم 1 گرم، از 80 گرم طبعا که 2 گرم میشه. افزود یزیر فقها در دیدگاه مذهب حنفی، مخصوصا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، که اصل نصاب طلا را 20 مثقال میگیره و این 20 مثقال در حقیقت نمو 85 گرم میشه. وقتی که از 20 مثقال افزود میشه یا از 85 گرم افزود میشه، میگه تا زمانی که به 4 مثقال نرسیده در اون زکات لازم نیست. ایده دیگه باز 4 مثقال از ظریف شما به اساس گرام محاسبه بکنیم که چه مقدار میشه. و طبعا وقتی که 120 میشه باز 120 دیگه او نصاب حتمی است که در اونجا 3 گرام لازم میشه. دیگه به این شکل 140 گرام باز 3.5 میشه، 160 4 گرام میشه. ای 20 و 40 این نصاب حتمی است
که در هر 41 گرم در هر 20 نیم گرم, نیم گرم. در وسط از این کسراتی که میایه او 4 مسقال معیار قرار بدهیم که 4 مسقال چند گرم میشه. اگر به اون مقدار میرسه او زکات از او لازم است. اگر از او پایین تر می باشد تنها امو مثلا اگر 187 گرام است تمیز که به 187 گرام دو گرام که از هر 40 گرام یک گرام این لازم شده باقی مانده او 4-5 گرام دیگهش معاف است تا زمانی که به یک حد معمولی نرسه که 4 مسقال پوره نکنه. این یک معیار است. اما در دیدگاه صاحبین وقتی که نصاب پوره میشه از نصاب ما فوق هر قدر که اضافه میشه از ضریبش کشیده میشه از 40% 1% از 40% 1% یا از 100 حصه 2.5 حصه او زکاتش سلامت باشه. نصاب از 85 گرم صد 2.5 گرم میشه 2 گرم 2 گرم 2 گرم خواه. چون 5 گرامش دیگه در دیدگاه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه این رو وکس میگن یا اضافه از نصاب اضافه از نصاب است. این تا زمانی که یک حد ابو 4 مسقال پوره نکنه باز او زکات لازم است. وجود شما بسلامت تماس. بله فرمایید. بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. خوب هستین محترم؟ شما بسلامت بفرمایید. ببخشید من یک سوال داشتم در باره زکات. میگفتم امی برای اقارب نزدیک میشه که آدم زکات خدا بده؟ تشکر. خوار. شما بسلامت. امی جانم این خواهر یک سال دیگه هم داشته. یک سالش در مورد زکات بود. سال دومش اگر شما باید دارین ماشین خیاطی هم استاد سال داشتن. دو تا ماشین خیاطی داره. خب اجناس و امتحی که انسان چی به ضرورتش چی بر نیت دیگه که نگهداری میکنه تا زمانی که بر تجارت نباشه دو زکات نیست و بقیه اجناسی که ولی فارغ از ضرورت همی باشه در خانه اگر او در کار است، در کسب است، با سر آیدش زکات لازم میشه اما در بالای خود ماشین کدام زکات واجب نمیشه. تشکر. سوال برادر استاد. خب سوال برادر در مورد زکات بود که به اقارب میشه نمیشه. اینجا فقط یک اصول داریم. اصول واضح است که از پدر به پسرش و نواسایش از پسر به پدر و پدر کلانش که اصول فرو میگن. یا به تعبیر دیگه کسایی که نفقی از او شرعن و قانونا سر یک شخص لازم است به او دادن زکات جایز نیست. مثلا شوهر به خانم شوهر به خانم یا پدر به پسر پسر به پدر بر. بقیه اقارب برادر خواهر خواهرزاده خاله عمه کاکا یا مشکل نداره وقتی که فقیر باشن از دیگرا کرده بهترم هم است که ما هم حق سلی رحمی را ادا بکنیم و هم حق پرداخت بزنیم. بسیار تشکر. تماس میگیریم. بله فرمایید. سلام علیکم قایصد محترم. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید برادر. قایصد ما یکی از بخشنگان شهر کابل هستم و به ضمن از اینکه ما بسیار زیاد علاقه و خوشبختی و قرآن شریف را تلاوت کنم ما قرآن کریم را فراموش کردیم یاد ندارم و میخوام که نصف شب قرآن بخوانم ما همیشه از صبح بعد از سحری تا صبح ما قرآن تلاوت گوش میکنم در رادیو لیکن بسیار سر دارم بخوانم آیا کان فایده و چیز داره برای من یا نه؟ بدون شک صحاب داره. استاد بفرمایید. خب فرصت ها تا زمانی که چشم حیات و زندگی نزد ما است باقی است ما میتونیم تلاش بکنیم. علم انسان از گهواره تا گور بیاموزه مخصوصا قرآن کریم اول خوی تلاش ها به خرج بدیم که یاد بگیریم. در ثانی قرآن کریم خواندنش، شنیدنش، عمل به آیات و احکامش هر کدامش خالی از اجر نیست. اما گونه که تلاوت کردنش موجب ثواب پاداش است شنیدنش نیست خالی از اجر نیست ثواب داره میتونن که قرآن کریم بشنون به غور بشنون لذت ببرن و ان شاء الله که موجب اجر و ثواب پاداش بشه. بسیار تشکر. تماس. بله فرمایید. بله بله نشتم ما همشنیم بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام ورحمت الله. سلام استاد به شما. سلام به استاد محترم. یک سوال داشتم راجع به نماز. نماز تراوی اگر در یک سوره را محترم تا یک موقعیت خوب اختیار کنید کمی جایی گستی کمی خدا شور بته بالا بیا پایین برو ولی در نماز در یک سوره را به دو رکعت نماز همزمان بخونه آدم
خواه یک سوره در دور کرد نماز بخونه آیا درست هست یا نیست؟ سلامت بفرمایید استاد. فرض کنید الان ترکیف در دور کرد نماز، خب یکی است که یک کسی عذر داره، عذر معنیش است که تلاش میکنه که باید یاد بگیره، یاد نداره جز یک سوره یاد داره، برای از او خود یک عذر است یا کسی فراموش میکنه. اما در حالتی که آدم سوره را یاد داره وزیر قصدن میخونه، این فقها مکروه میگن. سلامت باشین استاد. چون امشب آغاز شب قدر هست، آغاز شب 21 هست، خب ابی تماس هم میگیریم باز بر 5 دقیقه تماس دوستان و همکارای ما اگر پاسخ نگویم که چه بهتر که ما در مورد اعتکاف و گپای بسیار مهم راجع به اعتکاف خوب است که چند حرف از جناب استاد داشته باشیم. تماس میگیریم. بله فرمایید. بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. خوب هستیم برادر جان، سلام بر شما، بر مولوی صاحب. بسیار زیاده افهمه خواهیم دیم اوز مزنگ را بدون سه سوال کنیم. یک سوال ما مولوی صاحب جواب گفتن که رازی بدن عامله بود، دو سوال دیگه مرا جواب شما فکر میکنم. من یاداش دارم یک روز جمعه بود که یاداش دارم بله نماز جمعه و یک دوتی نماز در یک روز بیا و دگر ای تو ای دو جمعه که در یک روز به آیا نماز جمعه را که نخوانی در سنن ابو داود ذکر شده میگه که نماز جمعه اگه ایده بخوانی نماز جمعه ساقط میشه. از گرم دیگه در خطبه جمعه نماز خواندن جایز است؟ یعنی خطبه عربی خوانده میشه؟ بله. اگر جایز نیست، از جابر بن مغفل در صحیح بخاری ذکر شده که پیامبر خدا خطبه جمعه را به عربی میخوان. یک صحابه در آمدن اونا را گفتن بشیشتن، گفت بخی نماز بخون نماز نخواه، گفت خواندی نماز؟ گفت نه. گفت بخی درکات نماز بخون. وقتی که جایز نیست خیلی چرا رسول الله اون نفر میگه سلامت باشین؟ سلامت باشین، تشکر استاد. بفرمایین به می سوالی که اگر روز جمعه، خب اگر جمعه و عید یک روز تصادف کنه که فرض کنیم دوشنبه هم روز عید باشه، روز جمعه هم روز عید بیایه و در این حال روز جمعه است، در این صورت خب دو دیدگاه فقهی مطرح است. یک طرف جمهور فقها است، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام مالک، امام شافعی، یا میگن که هر کدامش در جای خود باقی است، جمعه در جای خود باقی است، عید در جای خود. دلیلشان هم امو آیات صریح قرآن کریم است که ویدانو نود الاسترات میام الجمعه فصحو الى ذکر الله. ای آیات مطلق است، نگفته که عید باشه یا غیر عید باشه، و طبعا عید قبل از جمعه خوانده میشه. و دلیل دومی که عید سنت یا واجب است و هیچ وقت واجب یا سنت موجب ترک فرض شده نمیتانه. و دلیل دیگه هم برخی آثار است که در این رابطه از حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه نقل شده، بناهن هم عید در جای خود باقی است و هم نماز جمعه. البته امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه اونا میگن که ساقط نمیشه، تنها میگه که اگر کسی نماز جمعه ای نماز عید خوان لازم نیست که حتما جمعه را بخوانه. این اختیار داره که جمعه را بخوانه یا جمعه را نخوانه. و هم از یک اثر استدلال میکنن که در اونجا آمده که برخی باشندگان اوالی مدینه که در داخل شهر مدینه آمده بودن، برای از اونا گفته شد که کسایی که با ما میباشن باشن و کسایی که میرون اختیار دارن. اما جمهور فقها میگن که وا چون از اوالی بودن، یعنی دور و اطراف مدینه بودن، از جاهایی بودن که بر بالا از او نماز جمعه واجب نیست، بنان ای برای از او ای حکم داشت. ولی برای عام مردم، برای کسایی که سرشان نماز جمعه فرض است، جمعه به جای خود باقی فرضش است و نماز عید به جایش باید عید بخوانن و تعقیبش هم نماز جمعه باید خوانده شود. شما به سلامت، تشکر. سال بعدی برادر و ادامه فقه روزه پس از وقفه. خوش آمدین. ادامه برنامه فقه روزه را شبکه جهانی رادیو خورشید بیننده و شنونده هستید. 0220-2290 در خدمت شما هست. چند لحظه همکارا تماس با ما وصل میکنن به دلیل اینکه آغاز دهه اخیر هست، آغاز شب دهه اخیر. خوب است که جناب استاد چند دقیقه در مورد اعتکاف و فضایل شبهای قدر صحبت داشته باشن، بعدش سوالای شما را می داشته باشیم. استاد فرصت دوستایی که میخوان اعتکاف داشته باشن و اعتکاف بشینن که از این فرصت بخیر آغاز میشه چگونه؟ خب اگر اجازه بدین که امو سوال امی برادرم آخرین جزش مانده بود تا سوال سومش که باز دلشان چیز نگذره.
بحثی که اگر امام در روز جمعه در خود جریان ایراد خطبه است، وقتی خطبه میگیم تبلیغ و موعظه که با زبان فارسی میگیم یعنی اصل خطبه، اصل خطبه وقتی که اصل خطبه آغاز میشه در این لحظه ادای سنت یا نماز نفل جایز است یا نیست، ببینیم یکی بحث جواز است که جایز است یا نیست، یکی بحث بهتر بودنش کدام است. اگر بخوانه خواندنش میشه جایز هست، در این اختلافی وجود نداره، اما بحثی است که آیا بهتر است یا نیست. دو دیدگاه فقهی مطرح است. جمهور فقها با در نظر داشتی که اونا تحیت المسجد لازم و ضرور میدانن، برکتی که بر آغازی که انسان داخل مسجد میشه، با در نظر داشتی این روایت، این دیدگاه فقهی، و با در نظر داشتی که در حدیث شریف آمده که شخصی آمد و میخواست بنشینه و نشست و پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم برای از او گفت که قم فصل رکعتین، گفت برخیز دو رکعت نماز بخوان، و او دو رکعت نماز هم کمی با سرعت کمی با اختصار چون که خود برای شما بشنوید. و در نظر داشت این باید او دیدگاه فقهی جمهور فقهای نظر هستن که دو رکعت تهی مسجد هر وقتی که انسان داخل مسجد میشه ولو امام در خطبه است یا در تبلیغ است، انسان باید دو رکعت نماز ادا کنه و بخونه. اما امام مالک رحمت الله علیه و امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به این نظر هستن که وقتی که خطبه آغاز میشه، خطبه به زبان عربی، پس نماز نفل و نماز سنت باید قطع شود، چون استماع خطبه واجب است و ادای تحیت المسجد سنت یا مستحب. ما سنت و مستحب نباید در برابر یک استماعی که واجب است قرار بدیم. و احادیثی هم در این رابطه وجود داره که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم به شدت منع کرده که در جریان خطبه باید شانه ها زیر لگت مالیده نشه، صحبت نشه. حتی فقها میگن که یک آدم اگر کسی دیگه میگه خاموش باش، این جملهش هم لغو و محاسبه میشه، باید نگویه، چون استماع خطبه به صورت دقیق صورت بگیره. در مورد احادیث یک روایت دیگری وجود داره که غالبا امام مسلم رحمت الله علیه نقل میکنه که عین شکل کسی دیگه آمد میخواست که نماز بخونه، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بر از او دستور داد که شما بنشینید، خود برا بشنوید، یعنی در مقابل یدی حضرت امام جابر. بله. جا اینجاست که امام ابو حنیفه امام مالک رحمت الله علیه میگن که حدیث بعدی ناسخ حدیث قبلی است. و از جانب دیگه با در نظر داشت عمومیات احادیث و روایاتی که آمده و تأکیداتی که برای استماع خطبه آمده، و این حکم وقتی که ما میبینیم استماع خطبه واجب است، حتی برخی او را شبیه نماز میدانن، بنان میگن که ما این را باید ترک کنیم، استماع خطبه را از دست ندیم، خطبه را بشنویم، بنان دو رکعت نماز نخوانیم. بله. این حکم فقهی است که در اینجا دو دیدگاه وجود داره و این را خدمت برادر گرامی مطرح کردیم. امیدوارم شکری توجه کنید. انشالله. خب در مورد اعتکاف، خب اعتکاف مسنون عبارت از نشستن 10 روز اخیر ماه مبارک رمضان در مسجدی که در اونجا نماز جماعت و 5 وقت نماز خوانده میشه، و برای خانم ها و مادرانی که این قصد اراده و نیت دارن، گوشه های خانه هایشان جایی که اونجا نماز میخوانن معمولا همون محل مخصوص نماز عبادتشان او جای اعتکاف است. وقت اعتکاف از امشام قبل از غروب آفتاب آغاز میشه، یعنی کسایی که نیت نشستن اعتکاف دارن باید قبل از داخل شدن شام یا وارد مسجد شوند، یا جایی که اعتکاف میشینن محل مخصوص همونجا وارد شوند. لحظهش زمانش از این لحظه آغاز میشه و ختم از این تا آخرین روز ماه مبارک رمضان و غروب آفتابش. این 10 روز بهترین فرصت است برای اعتکاف نشستن، و در آثار آمده که حیثیت شخص معتکف مثل شخصی است که پشت دروازه یک آدم محسن و نیکوکار و بخشنده و سخاوتمند و آدم بسیار با اخلاق و با فضیلت بروه و در اونجا بنشینه و بگه تا زمانی که برای ما چیزی نتین من از پشت دروازه شما بر نمیگردم دست خالی. حیثیت معتکف همین گونه است. اینجا خالی بر نمیگردم. بله. اینجا مسجد خانه الله است. محسن و نیکوکار و بخشنده و ذات سخاوتمند ذات الله متعال است. و شخصی که آمده میگه من دست خالی بر نمیگردم، این شخص معتکف است. اینجاست که
فضیلت و ارزش و جایگاه اعتکاف و شخص معتکف برجسته میشه. از این گذشته خواب معتکف، تفکر معتکف، هر ثانیه و لحظه ای که در برای شخص معتکف میگذره، چون در بهترین مکان و در بهترین زمان و پیشگاه پروردگار با عذر و نیایش نشسته، عبادت محاسبه میشه. پس شکی وجود نداره، قطعا ما یقین داریم که اگر اخلاص و نیت صادقانه وجود داشته باشه، معتکف از فضیلت شب قدر بهره‌مند میشه، شبی که به اساس صراحت آیات قرآن کریم از هزار ماه بهتر است، شبی که فرشتگان پروردگار به منظور آوردن پیام امن و سلامتی و دعا برای بندگان خدا در روی زمین می آیند، شبی که به اساس آیات قرآن کریم خدا او را شب قدر نامگذاری کرده، شب نزول قرآن نامگذاری کرده. پس این خیر و این فضیلت در شبهای اخیر ماه مبارک رمضان است و احتمال اغلب در شبهای تاق ماه اخیر دهه اخیر ماه مبارک رمضان است و ارجحترش ای که او در شب 27 ماه مبارک رمضان باشه. پس شخص معتکف از این فضیلت حتما بهرمند میشه و مستفید میشه. پس ما این فرصت این چانس طلایی را در زندگی از دست ندیم. از اینجاست که علما دانشمندان میگن که میگه شخصی که از حلاوت و لذت اعتکاف صادقانه و مخلصانه یک بار در زندگی بهرمند شوه، تا ابد دیگه او رو ترک نمیکنه. بدون شک یک واقعیت انکار ناپذیر است. چیزی باست که ما این فرصت ها را از دست ندیم. آنانی که فرصت وقت دارن، آنانی که حیات و زندگی و صحت برایشان یاری میکنه، این فرصت از دست ندن. در حق خودشان، کشور ما و وطن ما و مردم ما، جهان اسلام، مخصوصا جهان انسانیت و بشریت که امروز با مشکلات فقر، جنگ، دربدری، ظلم، وحشت و بربریت دست و پنجه نرم میکنه، برای رهایی امت از این حالت دعا بکنن تا پروردگار به لطف و کرم خودش و به اثر دعای مخلصین و بندگان معتکفش در این شبهای با برکت این وضعیت از امت مسلمه دور بگردانه. شما بسلامت. بسیار زیبا. 0220-220-993 در خدمت شما است. پوزش مزرد که فرصتی نخواستیم تماس بگیریم چون مورد بسیار مهم بود، تعداد بسیار زیادی در میراستا سوال داشتن. گپای استاد انشاءالله با تمام جوانب سوالای شما پرداخت و ما امیدوار هستیم که تمام سوالای شما در این مورد حل شده باشه. خب استاد، یک بسیار کوتاه یکی از برادرها پرسیدن استاد که اگر شرایط قرنطینه هست، اگر در مرد بنابر این مشکلی که امسال وجود دارد در خانه اعتکاف بنشیند، درست هست یا نیست؟ پیش پاسخ این یک تماس بگیریم بعدش برمیگردیم. بله فرمایید. بله بفرمایید محترم. سلامت باشین، خداوند شما را شفای عاجل و بخیر نصیب بگردانه. بسیار کوتاه استاد، فرصت ما تمام هست، سوال برادر و بعدش. خب خداوند براشون صحت کامل و شفای عاجل نصیب کنه. اما مقدار روزایی را که به اساس عذری حتما زخمی شدن یا کدام تکلیف برشان پیش شده، امو قدر روزای را که یا افطار کردن خوردن، بعد از صحت یاب شدنشان و بعد از ماه مبارک رمضان قضای از روزا را لازم است که بگیرن و ادا بکنن. سلامت باشین. خب بنابر مشکل کرونا ویروس، اگر مرد در خانه اعتکاف بنشیند، نه خیر، اعتکاف محل و جای مخصوص داره که مخصوصا برای مردها اون مسجد است و تن کل مساجد هم نی، اون مساجدی که نماز پنج وقت با جماعت در اونجا خوانده میشه، او مساجد محل اعتکاف است. اعتکاف باید در مسجد صورت بگیره، مگر خانم‌ها و مادرها که او در کنج خانه میتونن اعتکاف. بسیار تشکر جناب استاد، خداوند شما را به سلامت داشته باشه. با پایان برنامه امروزی خود رسیدیم. 0782-2247-10 واتساپ ما است و صفحه فیسبوک ما همچنان در خدمت شما. اسلام فاصله و فاصله قرآن. ساعت 6:30 با تقدیم شهر رمضان در خدمت حاضر میشم. شما را به خداوند یک تا امانت میکنم. خوش باشین. تا تن قبول. الان نگهدار شما.